پنجم اسفند ماه 1401 خورشیدی و 24 فوریه 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به جایگزینی جمهوری اسلامی در محافل سیاسی بین المللی با اپوزیسیون جمهوری اسلامی. همچنین به تنها وارد کننده مرکب چاپ اسکناس در ایران می‌پردازیم که از مبدأ آمریکا با دور زدن تحریم این مرکب‌ها وارد ایران میشه. پرده آخرام آخر. همزمان با نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه پیش یکم اسفند ماه، بیش از 35,000 نفر در بروکسل مقر این اتحادیه تظاهرات کردند. خبرشو بارها حتما دیدین، شنیدین، فیلماشو. تظاهرات کردند تا به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بباورانند که سپاه پاسداران یک سازمان تروریست است و شما اگر هم باور دارید باید اعلام بکنید. آمریکا و کانادا و بحرین و عربستان تنها کشورهایی هستند که 4 تا کشورن که سپاه رو به عنوان سازمان تروریست میشناسن. از 5 سال پیش 2018 بحرین و عربستان شروع کردن، بعد 2019 آمریکا و بعدم بلافاصله کانادا. به عنوان سازمان تروریست سپاه رو میشناسن که البته از قطع روابط اقتصادی با مؤسسات، روابط اقتصادی مستقیم با مؤسسات و شرکت‌های وابسته به سپاه و ویزا ندادن به جوانایی که سربازیشون رو اجباراً در سپاه گذروندن فراتر نرفته. اما همین قطع روابط اقتصادی رو هم اروپا هنوز نمیتونه بپذیره. پارلمان اروپا 29 دی ماه 1401 رأی داد به قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریست. رأی پارلمان اروپا در اتحادیه اروپا اجرایی نمیشه مگر اینکه شورای اروپا که در واقع نقش هیئت اجرایی شاید بشه گفت اتحادیه اروپا رو داره، تا شورای اروپا اونو تصویب نکنه، تصمیم همه 27 کشور هم نباشه، رأی پارلمان اروپا الزامی نیست و در واقع حالت توصیه داره. دوشنبه پیش نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل نتیجه‌اش این شد که این اتحادیه هنوز سپاه پاسداران را تروریست نمی‌شناسد. بعد برای اینکه خیلی هم یقش گرفته نشه، دو نهاد و 32 مقام جمهوری اسلامی رو تحریم کرد که 3 نفر از این 32 تا از فرمانده های سپاهان، بقیه نماینده مجلس و وزیر و غیره. دو نهاد تحریم شدن مال نیروی انتظامیه. قبلا در سوم بهمن ماه 1401 جوزف بورل رئیس شورای اروپا گفته بود که این اتحادیه نمیتواند سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد تا زمانی که دادگاهی در اتحادیه اروپا تروریستی بودن این سازمان را مشخص کند. یه نگاه ساده به سند سیاست‌گذاری فهرست تروریستی اتحادیه اروپا که تو وبسایت شورای اروپا در دسترس همه هست، میتونیم بریم ببینیم، نشان می‌دهد که این پای استدلالیان چقدر چوبین بود. این سند میگه تحریم تروریستی باید بر اساس اطلاعات دقیقی باشد که نشان دهد تصمیمی از سوی یک مقام قضایی یا نهاد صلاحیت دار هم ارز برای شروع تحقیق یا تعقیب یک تروریست برای سوء قصد یا تسهیل چنین اقدامی یا صدور محکومیت برای هر گونه اقدامی از این دست صادر شده است. پس شد برای شروع تحقیق حتی درباره اینکه فلان سازمان تروریست هست یا نه، یا تعقیب تروریست برای سوء قصد یا تسهیلش، حتی کمک به عملیات تروریستی. این سند اتحادیه اروپا است در پیوند با سازمان‌های تروریست. خب بر اساس این آیا می‌شود یا نمی‌شود؟ ماتیو لویت کارشناس تروریسم در وبسایت واشنگتن اینستیتوت نوشته طی فقط 5 سال گذشته جمهوری اسلامی در اروپا دست کم به 33 عملیات دست داده. اینها شامل عملیات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند قبرس، دانمارک، فرانسه، آلمان و هلند، آلبانی، سوئد و بریتانیا می شود. در هر کدام از این موارد تحقیقات آغاز شده است و در بسیاری موارد نهادهای قضایی مشغول پیگیری
گیری‌های فعالانه و پیگردهای فعالانه‌ای هستند که سپاه پاسداران و دیگر عوامل ایرانی را هدف گرفته است. مطابق گزارش اخیر اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی و مبارزه با تروریسم اتریش، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از جمله سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس حضور گسترده‌ای در اتریش پیدا کردند. و نکته دیگر، اون که میگه سازمان هم ارز، نهاد هم ارز یک دادگاهی در اتحادیه اروپا هم میتواند رأی بده که فلان سازمان تروریست و اتحادیه اروپا باید اینو تروریست بشناسه. نکته دیگر، دیوان دادگستری اروپا مشخصا تصریح کرده که تحقیقات یا صدور احکام محکومیت از بیرون از اتحادیه اروپا هم میتواند به عنوان دلیلی موجه برای افزودن یک گروه به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا استفاده شود. وزارت دادگستری آمریکا برای مثال تحقیقاتی از این دست را انجام داده که میتواند به ایجاد مبنایی برای تروریستی شناختن از سوی اتحادیه اروپا کمک کند. در نهایت تصمیم نهایی به عهده 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است که باید به اتفاق آرا به این موضوع رأی بدهند. بنابراین هیچ مبنای ساختاری برای نذاشتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی در اتحادیه اروپا وجود ندارد. به قول همه مهمونایی که تالا آوردیم، اروپا خودش میدونه که سپاه تروریسته، اما واقعا بسوزد پدر سیاست حاکمان مقتدر. خود سپاه میگه من تروریستم، اروپا میگه اشتباه میکنی، نیستی. میخونم براتون خبرگزاری سپاه فارس، دوشنبه پیش 1 اسفند، در پیوند با سوءقصد مرداد پارسال به جان سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیه‌های شیطانی و رمان نویس قدر بین المللی در آمریکا، گزارش داد حجت الاسلام محمد اسماعیل زارعی، مسئول دبیرخانه شبکه مردمی اجرای فتوای حضرت امام خمینی در اعدام سلمان رشدی مرتد، در همایش فتوای ماندگار اظهار کرد از اقدام شجاعانه هادی مطر، جوان آمریکایی، در جهت اجرای حکم تاریخی امام راحل صمیمانه تشکر می‌کنیم. او با این اقدام خود یک چشم سلمان رشدی را کور کرد و یک دست او را ناکار کرد و باعث خوشحالی مسلمانان شد. در همین راستا در جهت ارج نهادن به این اقدام شجاعانه، حدود 1000 متر مربع زمین زراعی با ارزش و حاصلخیز طی مراسم ویژه‌ای تحویل وی و یا نماینده قانونیش می شود. هادی مطر زندان. وی افسود تو آمریکا. وی افسود ما معتقدیم این حکم باید در هر شرایطی اجرایی شود و همه توان خود را برای اجرای این حکم تاریخی حضرت امام به کار خواهیم گرفت. اصلا هیچ کاری به عملیات تروریستی سپاه پاسداران علیه ایرانی‌ها نداریم. این که یارو میگه ما یه آمریکایی یا انگلیسی رو ترور کردیم بازم میکنیم، کافی نیست تا این نیروی سازمانده و مبلغ تروریسم رو بهش بگن تروریست. خودش میگه من تروریستم، اروپا میگه من قانونا حقوقا نمیتونم بگم تو تروریستی. انگلیس هم که تنها کشور اروپایی قدرتمنده که عضو اتحادیه اروپا نیست، اونم اعلام کرده که فعلا قصد نداره سپاه پاسداران تروریست بشناسه، چون به گزارش تایمز لندن در 14 بهمن 1401 وزارت خارجه بریتانیا به لزوم بازنگه داشتن کانال‌های ارتباطی با جمهوری اسلامی اعتقاد دارد. خود بریتانیا میگه در مدت کوتاه اخیر جمهوری اسلامی پشت دست کم 15 طرح کشف شده ترور یهودیان و شهروندان بریتانیایی در خاک این کشور بوده، ولی خب تروریست نیست. من اینا رو میگم، بعضی دوستان می‌نویسن اینا رو به همون کشورها بگین، چرا به ما میگی؟ برای اینکه چش و گوش ما بازتر بشه که سیاست بین الملل چه میکنه و تا کجا پشت حکومت جمهوری اسلامی است و چرا. آنچه اینا به هر حال سر صدا ایجاد کرده دیگه، همین چیزایی که من الان خدمتتون عرض کردم، این سر صدا چرا ایجاد شده؟
همه حرکت‌ها و بحث‌هایی که ایجاد شده در محافل دولتی و سیاسی غرب تو 5 ماه گذشته فقط و فقط دلیلش جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بودی که از سقز کردستان شروع شد و به سرعت به سراسر ایران گسترش پیدا کرد و همچنان داره با خیز و افت ناگزیر ادامه پیدا میکنه. ترکشای اون جنبش انقلابی بوده که از خیابونای ایران به محافل حکومتی غرب خورده، اونا رو به واکنش واداشته. یادمون نمیره که در اردیبهشت 1401 سنای آمریکا در مقابل دولت بایدن که در تلاش مهار کردن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی از طریق احیای برجام بود، طرحی رو تصویب کرد که بر اساس اون دولت بایدن باید موضوع حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی رو منتفی بدونه. 2 روز بعد از اون طرح 17 اردیبهشت 1401 دولت بایدن اعلام کرد که قصد نداره سپاه رو اصلا از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کنه. و حالا بعد از 10 ماه که از اون تحولات کنگره آمریکا و کاخ سفید واشنگتن گذشته که عرض کردم، الان آمریکا از اروپا هم میخواد که سپاه رو تروریست بشناسه. شورای امنیت ملی کاخ سفید ساعتی پیش از تصمیم به پارلمان اروپا به افزوده شدن نام سپاه پاسداران به فهرست اتحادیه اروپا برای سازمان‌های تروریستی از این تصمیم حمایت کرد. این مال زمانی است که حدود 40 روز پیش که پارلمان اروپا، اگه درست گفته باشم زمانش، پارلمان اروپا، عرض کردم تو گزارش که الان چند دقیقه پیش دادم، که رأی داد به تروریستی بودن، یعنی گذاشتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، که اتحادیه اروپا هنوز این پیشنهاد پارلمان اروپا رو قبول نکرده. باری تحولات چند ماه گذشته در ایران منجر شد به حذف عملی برجام از دستور کار کاخ سفید و حفظ همچنان سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی در آمریکا. اگر اروپا هم سپاه رو تروریست بشناسه، فلج شدن جمهوری اسلامی خب بسیار سرعت میگیره. تا همینجا بودن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریست از نظر آمریکا تبعات مهم اقتصادی داشته و داره برای جمهوری اسلامی. تنبیه مالی شرکت‌هایی که با سپاه و زیرمجموعه‌هاش قرارداد ببندن یا حتی افرادی که با شرکت‌های زیرمجموعه سپاه کار کنن، هم جریمه‌های سنگین مالی میشن، هم ممکنه تا دستگیری و انتقالشون با آمریکا و تو هر کشوری باشن و زندانی شدن پیش بره قضیه. حالا این مقدمه را عرض کردم تا برسم به نشست آینده جنبش دموکراسی ایران که 10 فوریه 21 بهمن 1401 با حضور 8 چهره مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن برگزار شد، معروف شد به نشست جورج تاون. در این نشست اعلام شد که از این جمع که به دنبال گسترش و اتحاد همه گرایش‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است، برنامه‌هاش رو این جمع از مبارزان در داخل ایران می‌گیره و بر همین اساس به زودی منشور همبستگی و سازماندهی تدوین خواهد شد. دیدین عکس‌ها رو، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، رضا پهلوی، عبدالله مهتدی، مسیح علی نژاد، نازنین بنیادی، گلشیفته فراهانی و علی کریمی به صورت حضوری یا ویدیویی در این نشست سخنرانی کردند. 1 هفته بعد از اون نشست کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، 28 تا 30 بهمن ماه، که در 2 روز از این بزرگترین و مهمترین نشست بین المللی برای بررسی بحران‌های سیاسی و نظامی جهان که سالانه برگزار میشه، آقای رضا پهلوی و خانم‌ها مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی در پنلی به اسم زن زندگی آزادی در این کنفرانس راجع به تحولات ایران صحبت کرد. در این پنل هانا نویمان، نه من چقدر توپق میزنم، معذرت میخوام، هانا نویمان نماینده پارلمان اروپا و باب منندز رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا هم بود، که درباره کشف جدیدین که درباره ضرورت پایان دادن به مذاکره با جمهوری اسلامی صحبت کرد. بعد از کنفرانس امنیتی مونیخ
سخنرانی مسیح علی نژاد و دکتر حامد اسماعیلیون در سنای ایتالیا در روم در دوم اسفند برگزار شد و دیدار شاهزاده رضا پهلوی با دو سناتور فرانسوی در پاریس. همه این سخنرانی ها، نشست ها و دیدار ها برای تظاهرات راهپیمایی های ده ها هزار نفری که عرض کردم در بروکسل بود، روز چهارشنبه در روم بود، اینا همه برای جلب حمایت دولت ها از انقلاب زن زندگی آزادی است و کمک به تبدیل کردن جامعه جهانی به اهرمی برای سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی، کمک مؤثری باشه در این زمینه. این دیدارها با نمایندگان پارلمان و شخصیت‌های دولتی اروپا و آمریکا و کانادا قبلا هم بوده، چنان که در جریان اخبارش حتما هستید، اما از بعد از نشست 8 چهره شاخص مخالف جمهوری اسلامی در جورج تاون واشنگتن، میگم 8 چهره شاخص مخالف جمهوری اسلامی البته در خارج از کشور، بعد از اون نشست خب این دیدارها معنای مشخصی پیدا کرده. این دیدارها با نمایندگان اپوزیسیون جمهوری اسلامی است، این معنا رو داره برای این کشورها. نمونه عرض میکنم که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نشست 8 چهره مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن رو رسما تبریک گفت و گفت این پیام اتحاد اهمیت داره و من به زودی با اپوزیسیون متحد ایران دیدار خواهم کرد و برای شنیدن خواستهای مردم ایران آمادم. و اینا همزمان با تظاهرات ده هزار نفری ایرانیان در شهرهای مهم جهان که به طور منظم برگزار میشه، هر شنبه در خیلی از شهرها ماه هاست داره برگزار میشه، پیش میره. هزینه ای رو که جمهوری اسلامی تا حالا در مناسبات جهانی داده و چشمانداز بدتر شدن وضعیتش رو، فقط بیاین یک به عنوان نمونه یک توضیحی رو بشنویم در این باره از عباس عراقچی، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی، در برنامه حضور در حسینیه جمارانشون. این یه نکته دیگه که انگار که مثلا این کشورهای بیگانه و خارجی از این اختشاشای ما یه برداشت درستی ندارن. اما بیرون میبینیم فرانسه هر روز تظاهرات و چیزهای دیگه است، ولی اینجا بالاخره تا یه اتفاقی میفته اونها سوارش میشن. اینو ما باید چیکار بکنیم برای فهم بهتر اونها؟ یه پروژه‌ای علیه ما داره میگذره و اون پروژه بدنامسازی جمهوری اسلامی، پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی و پروژه مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی است که این خیلی چیز خطرناکه و یک هجمه جهانی رو شروع کردن علیه ما، برای بدنام سازی ما و برای اینکه ایران رو به عنوان یک تهدید معرفی بکنن، به عنوان یک مثلا نظام غیر قابل قبول معرفی بکنن. خب این اثراتش رو در روابط خارجی ما میگذاره و باعث بالاخره کاهش همکاری های ما با کشورهای دیگه میشه، یعنی فضایی رو به وجود میارن که کشورها تردید بکنن در همکاری با ایران و این میتونه بستر فشارهای بعدی باشه. این باید حواسمون رو جمع باید حواسمون جمع باشه. این بدنامسازی و مشروعیت زدایی که آقای عراق چی می‌فرمایند، بدنام ساختن نیست، مشروعیت زدایی نیست. جمهوری اسلامی اگه خودشو بدنام نکرده بود در عرصه جهانی، مشروعیت رو از دست نمی‌داد در عرصه جهانی. کسی هم کسی رو بدنام نمی‌کنه، به هر کشوری با عملکردش در مناسبات بین‌المللی نگاه میشه و عملکرد جمهوری اسلامی است که باعث شده کشورهای قدرتمند جهان از چند طرف عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ کنند، گرچه هنوز سپاه و تروریست اعلام نمی کنند، چون در آن صورت تمام رشته های اقتصادی که با سپاه و پیمانکارهای سپاه دارن قطع میشه، ولی از نظر سیاسی عرصه رو تنگ تر میکنن. 25 بهمن 1401 سازمان ملل متحد در گزارشی که کارشناسان ضد تروریسم سازمان ملل تهیه کردن اعلام کرد، سیف العدل رهبر القاعده در ایران است. آمریکا هم قبلا اعلام کرده بود که رهبر القاعده در ایران و از اونجا تحت کنترل جمهوری اسلامی فعالیت‌های بین‌المللی این شبکه تروریستی رو هدایت می‌کنه. این یعنی
آمادگی برای برخورد نظامی با جمهوری اسلامی لااقل در منطق قوانین بین المللی. همون اتفاقی که برای کشتن بن لادن در افغانستان افتاد. حالا میگین بی خود آمریکا حمله کرد بن لادن رو کشت، یا اون بهانه بود برای اینکه آمریکا رو، برای اینکه افغانستان رو اشغال کنه، یا نمیتونم نباید به خاطر بودن یک تروریست در فلان کشور نیروهای خفیه کشور دیگری در اونجا، حالا میخواد آمریکا باشه، اسرائیل باشه، هر جایی باشه، مثلا برن سیف العدل رو بزنن. ولی اینا همه در واقع دلائل یا توجیهاتی است برای برخورد نظامی، برای عملیات نظامی علیه اون کشوری که پناه داده به رهبر یک سازمان بسیار خطرناک تروریستی بین المللی، چون به همه ضربه میزنه. خب حالا این حضور سیف العدل در ایران که 7-8 روز پیش کارشناسان سازمان ملل اعلام کردن، این خیلی مهمه. همزمان خبر غنی‌سازی آخه جمهوری اسلامی همینجوری داره ادامه میده، این تپه سالم نذاشته. خبر غنی‌سازی 84% اورانیوم در ایران لو میره، در کنار موارد متعدد کارهایی که جمهوری اسلامی خلاف قطعنامه‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی انجام داده، از جمله روشن نشدن فعالیت‌های هسته‌ایش در 3 سایت اتمی که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناروشن مونده و باز نکرده، و راه اندازی غنی‌سازی در فردو که طبق برجام نمی‌بایست انجام می‌داده، و غیره و غیره. این غنی‌سازی 84% اینقدر مهم هست که به تنهایی میتواند باعث تحول اساسی در سیاست‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بشه. هیچکی هم گوش نده به تکذیبی‌های تکراری جمهوری اسلامی که مثل اون کمالبندی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه خب آره 84% غنی شده اما عمدی نبوده، تصادفی بوده. آیا کاری کردن که به جای محصول 60-84% تولید شده؟ بله، کارهایی میشه کرد که به این نتیجه منجر بشه و این کار عمدی است نه اتفاقی. ضمن اینکه اختلاف بین 60 و 84 هم قابل توجهه. اونها دیگه 3.5 یا 4% غنی نمی کنند. چه به این درجه، چه 20%، هیچ وقت به 84% نمی رسه. بنابراین دارن امتحان می کنند و در نهایت اقدامی تنش‌زاست. بنابراین اورانیوم 84% هر مقدار هم کم باشه محصول جانبی نیست، بلکه عمل عمدی است. برآورد آلبرایت در پاییز و بر اساس ذخیره اعلام شده توسط آژانس این بود که ایران به اندازه کافی اورانیوم 20% و 60% برای تولید 4 کلاهک دارد و میتواند سوخت لازم را ظرف 1 ماه تولید کند. اما به چه مدت زمان برای تولید خود کلاهک نیاز دارد؟ به گفته آلبرایت ظرف 2 سال ایران می تواند ساختار زیربنایی تولید بمب با اورانیوم 90% را ایجاد کند. اما اگر یه وضعیت اضطراری ملی به وجود بیاد و رهبر کشور بگه امروز به بمب نیاز داریم و دستن در کاران تولید بمب تصمیم بگیرن به جای سلاح قابل پرتاب سلاحی بسازن که عمدتاً برای آزمایش زیرزمینی یا حمل با هواپیمای بمب افکن یا کامیون باشه، میتونن اون رو ظرف حدود 6 ماه بسازن. گزارش همکارم گیتا آریان بود در گفتگو با دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن. واقعیت این است که چه اقدام جمهوری اسلامی در جهت تولید بمب اتمی که صحبت شد در 6 ماه میتونه این کار را انجام بده. آلبرایت هم شناخته شده است در تمام محافل فنی، سیاسی و کارشناسی هسته‌ای در جهان. به هر حال درجه یکه کارش. سالیان درازی است من تحقیقات و مقالاشو میخونم، توصیه میکنم که بریم بخونین. به راحتی قابل دسترسی است، در میتونید گوگل کنین پیداش کنین دیگه. امیدوارم بتونین با این وی پی ان رو نمیدونم. باری جمهوری اسلامی در جهت تولید بمب اتمی چه حضور رهبر القاعده در ایران و
و چه عملیات آشکار تروریستی در کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای غربی. هر کدوم از این ستا میتونه سبب ساز اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی باشه. در خدمت آقای دکتر هوشنگ حسن یاری هستیم، استاد علوم سیاسی در کالج نظامی سلطنتی کانادا. خوش آمدید آقای دکتر حسن یاری عزیز به امشب صفحه آخر. آقای دکتر حسن یاری، با توجه به سابقه برخورد کشورهای قدرتمند غرب با تروریسم، و حالا من فقط تروریسمش رو میگم، حالا این ماجرای هسته‌ای رو بزنیم کنار، چه در خاک خودشون، چون الان بحث تروریستی شناختن سپاه هست و در ضمن مسئله حالا القاعده و اینا مطرح شد، چه در خاک خودشون، چه در سطح بین المللی، اینا تا به حال نشون دادن که کوتاه نمیان به هر حال، ولی به نظر میاد که به طور کلی در مقابل جمهوری اسلامی خیلی بردباری نشون داده غرب. چرا؟ درود به شما جناب آقای فدایی و همچنین مردم فیروز ایران. تو رو امام حسین به من بگیم فلاحتی. آقای فلاحتی. بله، خواهش میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی به اعتقاد من بزرگترین دشمنش خود جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه به هیچ یک از نرمهای بین المللی نه معتقده و نه اینکه اونها رو اجرا میکنه. از روز اول زمانی که نطفه جمهوری اسلامی بسته شد و به تدریج شروع به رشد کرد، با زیر پا نهادن قواعد و قوانین بین المللی آغاز به کار کرد، با گروگانگیری، و این مسئله همچنان ادامه داره. اون چی که کشورهای غربی رو به اعتقاد من تا حدی باز می‌داره از اینکه با جمهوری اسلامی به طور خیلی جدی‌تری رفتار بکنن، یک مسائلی است که امروز در جهان می‌گذره. این حمله روسیه، تجاوز روسیه به خاک اوکراین بسیار بسیار مهمه برای صلح و امنیت اروپا. دومی که جمهوری اسلامی نشان داده طی سال‌های دهه‌های گذشته که از قدرت ایذایی بسیار بالایی برخوردار هست. اون چی که در کشورهای عربی منطقه انجام میده، بعضی از کشورهای آفریقایی، در کشورهای آمریکای لاتین، از جمله سالها پیش در اون چه یک حمله تروریستی در آرژانتین بر علیه یهودیان اون کشور انجام داده، و به طور کلی رفتار و گفتار رهبران جمهوری اسلامی تمامی مانعی هستند بر سر راه یک روابط مناسب جمهوری اسلامی با دنیای خارج و تشنجزا. بنابراین کشورهای غربی و همینطور بعضی از کشورهای منطقه خاورمیانه، کشورهای پیرامونی ایران، سعی میکنن تا حد ممکن جمهوری اسلامی رو به نوعی به راه بیارن که در نهایت به اعتقاد من این سیاست مماشات شکست خواهد خورد اگر ادامه پیدا بکنه. ولی بیشتر میشود گفت که بعضی از کشورهای اروپایی هم خیلی هنوز به این اعتقاد نرسیدن که بایستی با جمهوری اسلامی برخورد خیلی جدیتری انجام داد، به خاطر اینکه خب جمهوری اسلامی تعدادی از شهروندان این کشورها رو گروگان گرفته، در کشورهای مختلف اروپایی سلولهای تروریستی خفته و بیدار داره که اونا هر از چند گاهی نشانه هایی بر جا میگذارن برای یادآوری که دولت‌های اروپایی که نبایستی علیه جمهوری اسلامی به طور خیلی جدی برخورد کرد، و در نهایت میشود گفت که تا حد زیادی هم سستی بعضی از دولت مردان، دولت زنان کشورهای اروپایی که چه تحت تأثیر لابی‌های جمهوری اسلامی، گروه‌های فشار جمهوری اسلامی، چه تحت تأثیر بخشی از اون معتقدین به چپ که همچنان در بعضی از احزاب سیاسی اروپا دارای قدرت هستند، به همین خاطر هست که می شود مجموعه این عوامل رو که کنار هم بگذاریم، می شود از اون سیاست کجدار و مریض رفتار کرد. دولت آمریکا، دولت ترامپ به خصوص نشان داد که در این زمینه بایستی سیاست دیگری اعمال کرد، که خب اون منجر شد به خروج از
برجام و بعد برخورد جدیتری با سپاه پاسداران، کشتن قاسم سلیمانی، ولی کشورهای اروپایی مشکلات زیادی رو برای خود به طور مصنوعی به اعتقاد من به وجود آوردن، تا اینکه با جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران که کارگزار سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی چه در داخل ایران و چه در سطح جهان است برخوردی نشه، حداقل تا به امروز. اگر که اون چیزی که امروز گفته میشه در مورد اینکه دولت بایدن فشار میاره بر بعضی از کشورهای اروپایی برای اینکه سپاه پاسداران رو در این لیست گروه‌های تروریستی قرار ندهند، معناش این هست که آمریکا هم در حال چرخشی است که این نه برای خود آمریکا، نه برای صلح و امنیت شهروندان آمریکای اروپایی و به خصوص ایرانی ها خبر خوشی است. فرمودین دولت بایدن فشار میاره به بعضی از کشورهای اروپایی که سپاه رو در فهرست سازمان تروریستی قرار ندن. بله، ظاهرا طبق شایعاتی که وجود، اخباری که وجود داره، حالا بایستی دید که آیا این اخبار واقعا موثق هستند. به خصوص بایستی دید که حال که چنینه، رفتار کشورهای اروپایی، شما خیلی خوب به شورای اروپا اشاره کردین و این استدلال‌های با احترام میشود گفت آبکی سران این شورا در مورد اینکه بایستی مدارک دادگاهی رو داشت و مسائلی از این قبیل، بایستی دید که در قدم بعدی اروپا چه اقدامی انجام خواهد داد. ولی اون چی که به نظر میاد یک نوع دوگانگی در رفتار و گفتار بعضی از دولت مردان آمریکا دیده میشه که بایستی دید تا چه حدی این دوگانگی عمدی است و یا اینکه در نهایت سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی همانی است که بیشتر اوقات اعلام میکنن، یعنی اینکه برخورد با جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت یاغی، سپاه پاسداران، یک گروه تروریستی و مسائل دیگری که شما اشاره کردین، از جمله سیف العد و حضور و ورود جمهوری اسلامی، سپاه قدس به کشورهای پیرامونی ایران. من دو نکته رو اضافه کنم به فرمایشات شما و بعد پرسشم رو مطرح بکنم. یه نکته این که بله، آنچه که فرمودین، من فکر کردم که افزون بر انگلیس کشور دیگه هم هست که حالا شایعه، گزارش و خبر آمده است که دولت بایدن از اون کشور در اروپا خواسته است که تعلل کنه یا به هر حال سپاه رو در فهرست سازمان تروریستیش قرار نده. دیلی تلگراف مقاله منتشر کرد، گزارش منتشر کرد روز سه‌شنبه گذشته که چهارشنبه گذشته به هر حال دو سه روز پیش مقاله منتشر کرد که در اون دیلی تلگراف در واقع فاش کرده است که دولت بایدن از انگلیس خواسته، از لندن خواسته که سپاه پاسداران رو مماشات کنه و نذاره در فهرست سازمان تروریستی، به این هدف که همونی که وزیر خارجه انگلیس گفته است در واقع دریچه باز باشد برای اینکه بشود با جمهوری اسلامی احیانا مذاکراتی کرد در صورت نیاز. تو انگلیس میدونیم که اختلاف هست و این اختلاف علنی است، بیرونی است، در مجلسشون در رسانه ها منعکس شده که وزیر کشور انگلیس فشار میاره که سپاه به عنوان سازمان تروریست شناخته بشه، وزیر خارجه شون همین موضعی رو که الان نقل کردم در دیلی تلگراف نقل شده از دولت بایدن داره و به هر حال باید تصمیم بگیره این دولت به طور کلی، هنوز نخست وزیرش تصمیم نگرفته. باری این یه نکته. یه نکته دیگه، آقای دکتر، چپ‌های اروپایی هیچ کدوم طرفدار جمهوری اسلامی نیستند دیگه. اگه قبلا صحبتی میشد مثلا فلان شهردار اسبق لندن پیدا میشد که مثلا میومد در شبکه‌های وابسته به سیمای جمهوری اسلامی هم برنامه اجرا میکرد، او شبیه او ما دیگه تقریبا نداریم.
قطعا مزدورانی هستن که پول میگیرن از جمهوری اسلامی، ولی اینکه به عنوان یک جریان‌های سیاسی در اروپا به طور کلی که در قدرت در مجالس پارلمان‌ها هستند و در دولت‌ها هستند، از شمال اروپا گرفته تا جنوب اروپا، همشون مخالف جمهوری اسلامی شدند و هستند، ولی سیاست غالب بر اینها در واقع بر این کشورها سیاست خب بر اساس منافعشون حرکت میکنن، میگن و منافعشون چنین ایجاب میکنه که وارد برخورد جدیتر با جمهوری اسلامی نشن، ولی هر برخوردی با جمهوری اسلامی، هر جنگ با تروریسمی در واقع اگر بشود این اصطلاح رو به کار برد، خب هزینه داره. این هزینه ها رو نمیخوان بدن و بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم آقای دکتر و ازتون بپرسم، بنابراین به هیچ وجه نه فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور، نه مردم ایران، به هیچ وجه نباید چشمشون به این باشه که حتی به عنوان کمک به موقع که فلان کشور در به طور کلی که سیاست بین المللی علیه جمهوری اسلامی تغییر بکنه و اهرم جدی بشه برای اینکه این شر از جهان برداشته بشه و اینا خون ریخته نشه تو خیابان‌های ایران و تو زندان‌های جمهوری اسلامی، فقط و فقط این انقلاب در واقع ادامه برآمد انقلاب زن زندگی آزادی است که میتونه همینطوری که تو این 5 ماه گذشته دیدیم که میتونه در واقع یک لااقل طوفانی ایجاد بکنه در محافل سیاسی و حکومتی غرب که تا حالا دیدیم یک نتایجی هم داده. نظر شما چیه آقای دکتر؟ بیدرنگ، بیشک چنینه و اگر این 5 ماه گذشته نمی بود می شود با قاطعیت گفت بر مبنای سالهای گذشته، آنچه که در سالها دهه های گذشته از زمان ایجاد جمهوری اسلامی بوده در اروپا، به اعتقاد من این سیاست همچنان ادامه پیدا می کرد. دیدیم که خب تعداد ده ها صد ها رهبران گروه‌های مختلف، احزاب مختلف، مخالفین جمهوری اسلامی رو جمهوری اسلامی در اروپا ترور کرد. بعضی وقتا عکس العملی نشان داد، بیشتر اوقات چنین نبود. حرف شما کاملا درسته به اعتقاد من، به خاطر اینکه ببینید اون چه که باعث تغییر جدی سیاست خارجی یا سیاست ایرانی غرب به طور کلی خواهد بود، اون چیزی است که در ایران میگذره. هیچ شکی در این مورد وجود نداره، مردم ایران هستند که بایستی سرنوشت خود رو تعیین بکنن. منتها چیزی که به نظر من مهم هست، به نوعی ربط پیدا میکنه با این کنفرانس مونیخ و حضور چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در کنفرانس مونیخ، این است که همون صحبتی رو که عباس عراقچی کرد، یعنی این که مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی. ببینید زمانی که اون کنفرانس تصمیم گرفت که دولت مردان جمهوری اسلامی و روسیه رو به کنفرانس دعوت نکنه، به نظر من این تحول بزرگی بود، به خاطر اینکه دعوت نکردن به معنای نشناختن مشروعیت این مجموعه هست. دعوت از مخالفین جمهوری اسلامی به این معناست که حداقل از نظر این کنفرانس این افراد مشروعیت دارن. مشروعیت اینها از کجا میاد؟ همونطوری که خود اینها بارها گفتند و تکرار کردن، از خیابانهای ایران میاد، از مقاومت مردم ایران که در برابر یکی از میشود گفت در رنده ترین نیروهای نظامی جهان ایستادگی کردن تا به حال، و به انقلاب خود، انقلاب زن در ایران همچنان ادامه میدن. بنابراین اون چی که میگذره و عکس العملی که از اروپای شمالی تا شرق آسیا میبینیم، همچنین اروپا، این فقط و فقط مدیون حرکاتی است که مردم ایران، جوانان ایران، زنان ایران در حال انجام اون هستن و افق روشنی رو که این تحول نشون میده از ایران میاد، از به اصطلاح شرق میاد در مقابل غرب جغرافیایی.
بنابراین بیشک سخن شما کاملا منطقی، کاملا درسته و به همین خاطر هست که به نظر من اگر که گروه های مختلف جمهوری اسلامی هرچی بیشتر به این گروه جورج‌تاون نزدیکتر بشوند، همراهتر بشوند، در نتیجه تسریع میبخشند به رسمیت شناختن بیشتر دولت های غربی و به همان نسبت سقوط جمهوری اسلامی و به رسمیت بایسته است به اعتقاد و به رسمیت نشناخته شدن جمهوری اسلامی از سوی غرب. در واقع این کنفرانس امنیتی مونیخ رو میتوان مقدمه برای این فرض کرد آقای دکتر؟ کاملا. ببینید این کنفرانس خب خیلی قدیمی است، بیش از چندین دهه، سال 1963 میلادی به وجود اومده. معناش این هست که کسانی که در این کنفرانس طی سالهای گذشته، دهه‌های گذشته شرکت کردن، اینها افراد بسیار نافذی هستند در تصمیم گیری تمامی کشورهای قدرتمند جهان و حضور گروه‌های مختلف، افراد مختلف، دولت مردان، دولت زنان مختلف در این کنفرانس. معناش این هست که این ایجاد می‌کنه فضایی رو، این کنفرانس، برای رایزنی کسانی که معمولاً هم دیگر رو کاری با هم ندارن، موقعیتی فراهم میشه که اینها نظراتشون رو با هم دیگر در ارتباط بگذارن، مبادله بکنن و در نتیجه حضور افرادی رو که شما اشاره کردین، شاهزاده رضای پهلوی، خانم مسیح علی‌نژاد و خانم بنیادی، اینها کسانی هستند که شناخته شدن به عنوان حداقل رهبران یا بخشی از رهبران ایران، جنبش مردمی ایران در خارج از ایران، و اگر زمانی که جمهوری اسلامی سقوط پیدا بکنه به تبع رهبران داخلی ایران هم مورد عنایت بسیار زیاد غربی ها قرار خواهند گرفت، به خاطر اینکه امروز جامعه جهانی می شود گفت مردم این کشورهای غربی بسیار بسیار نظر مثبتی دارن نسبت به اون چیزی که در داخل ایران میگذره، خیابان‌های ایران میگذره، و پشتیبان این حرکت هستند. در نتیجه انتظار میری که داخل و خارج به هم بیشتر بپیوندن و با این منشوری که در حال شدن هست، منشور گروه 8 در حال شدن هست، به تبع هر چی که روشن‌تر باشه، هر چی که کارگروهایی رو که قول اون رو دادن به وجود بیاد، شفافیت‌ها بیشتر بشه، به تبع کشورهای غربی هم، حتی اونهایی که امروز به نوعی نمی‌خواهند که سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و یا اینکه هنوز بارقه امیدی دارن به اینکه برجام دوباره به جونی بگیره، به اعتقاد من تمام اونها هم پشت پا خواهند زد به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در نهایت جمهوری اسلامی مشکلات عدیده رو به وجود آورده، از اوکراین گرفته تا کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای در قاره های دیگر. بنابراین حضور و وجود جمهوری اسلامی به سود هیچ یک از این کشورها نیست و از بین رفتن جمهوری اسلامی به طور قطعی افق تازه‌ای رو در روابط نه تنها ایران با جامعه جهانی می‌گشایه، بلکه تأثیر بسیار مثبت و کارسازی خواهد داشت در منطقه خاورمیانه و در کشورهای دیگر جهان، بخصوص برای جهان سوم. آقای دکتر حسنیاری، غیر از جمهوری اسلامی، چون که اشاره کردین روسیه هم امسال برای اولین بار به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشد و چهره‌های مخالف پوتین به این کنفرانس دعوت شدند، هم جبهه بودن جمهوری اسلامی و روسیه در جنگ اوکراین که اشاره کردین، این تا کجا میتونه جمهوری اسلامی رو از حضور عملی، در واقع از اقدام نظامی غرب، مسئول نگه داره؟ اعتقاد من هیچ گونه تضمینی در این زمینه وجود نداره، به خاطر اینکه ببینید خود روسیه که قبل از این
به نظر من اشتباه استراتژیکی که پوتین مرتکب شد با حمله به اوکراین، به خاطر اینکه نشان داد این حمله که روسیه اون قدرتی نیست که پوتین مدعی بوده، در نتیجه روسیه نمیتواند به هیچ وجه به کمک جمهوری اسلامی بیاد به دلایل مختلف. حتی پیش از این که این مسائل پیش بیاد، بحث اوکراین پیش بیاد، انقلاب زن زندگی آزادی در ایران را بیفته، روسیه هم در شورای حکومت و هم در شورای امنیت سازمان ملل به تمامی قطعنامه هایی که توسط کشورهای غربی پیشنهاد شد در محکومیت جمهوری اسلامی، به تمام اون قطعنامه ها هم روسیه و همچین رأی مثبت دادن. معناش این هست که چین و روسیه یا روسیه و چین از جمهوری اسلامی به عنوان یک گاو شیرده استفاده میکنن که زمانی که مورد استفاده نبود به مانند توفاله اون رو به دور میاندازن. ببخشید زبانی که به کار میبرم، ولی واقعیت این در نتیجه جمهوری اسلامی خود رو آنچنان به روسیه وابسته کرده که این وابستگی خطر مضاعفی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و اگر حمله نظامی صورت بگیره، چه توسط اسرائیل چه توسط اسرائیل با همراهی فعال آمریکا و یا اینکه به اصطلاح کمک آمریکا به روسیه، نه روسیه نه چین و نه هیچ کشور دیگری به کمک می نخواهند. حتی می شود انتظار داشت که گروه هایی که طی دهه های گذشته میلیاردها دلار منافع و منابع ایران رو به غارت بردن، نظیر حزب الله لبنان، نظیر حماس، جهاد اسلامی در نوار غزه، کشور ونزوئلا و دیگران، اونها هم به جمهوری اسلامی نخواهند برای نظام اسلامی و ادامه استثمار ملت ایران. بنابراین جمهوری اسلامی تنهاست، به سر کوشش بسیار زیادی به خرج میده که نشان بدهد که نیست. بله الان صدا میاد. متاسفانه صداتون در جاهای تعیین کننده قطع شد. من فقط اینو برای بیننده ها عرض بکنم که آقای دکتر پسانیاری فرمودن که اگر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی علیه ایران انجام بگیره، نه چین نه روسیه نه گروه های نیابتی که تا حالا کلی از سفره مردم خوردن و جمهوری اسلامی بهشون داده و نه کشوری مثل ونزوئلا و اینا به کمک جمهوری اسلامی نخواهند آمد، به خاطر منافع خودشون همینجور که سابقه نشون داده. باری آقای دکتر بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. من میترسم دوباره این اینترنت قطع بشه یا لغو بشه و ما محروم بشیم از ادامه بهره گیری از فرمایشات شما. ممنونم ازتون، شبتون بخیر. خب بذاریم اول مختصری از گزارشی که 4 ماه پیش تو همین برنامه خدمتتون عرض کردم درباره چاپ اسکناس در ایران بگم تا در واقع معنی داشته باشه آنچه که میخوام امشب خدمتتون برای اولین بار عرض کنم. تنها جایی که حکومت اسکناس چاپ میکنه و هر طور دلش میخواد خرجش میکنه در داخل ایران، البته یعنی پول رایج ایران رو چاپ میکنه، پول جمهوری اسلامی رو، این کارخانه چاپ اسکناس و اوراق بهادار آمل است که مختصراً بهش میگن تکاب. این کارخانه در زمینی به مساحت 25 هکتار در استان مازندران آمل، کیلومتر 7 جاده چمستان در حال فعالیت. واحد تولیدی تکاب مازندران به عنوان تنها کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار، کاغذ اسکناس، چک، صفحات پاسپورت و کاغذ شناسنامه در سطح کشور محسوب می شود. تا اوایل سال 1362 کلیه اسکناس های رایج کشور در اروپا تهیه می شد و در این سال با راه اندازی کارخانه چاپ اوراق بهادار توسط بانک مرکزی، چاپ اسکناس
در داخل آغاز و در سال 1367 بنا شد تولید اوراق بهادار اهم از چک و اسکناس در این کارخانه تولید شود. بنا شد نشد البته، ادامه پیدا کرد تا سال 1376. آنطور که در سایت رسمی این کارخانه آمده، در سال 1376 عملیات اجرایی پروژه کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار آغاز شده و در سال 1381 این کارخانه پس از پشت سر گذاشتن تولیدات آزمایشی به بهره برداری کامل رسید. بله 81 تا حالا، یعنی درست 20 سال. خیلی من حساب کتابم خرابه. 81 تا حالا میشه 20 سال دیگه. خب حالا من این گزارش تا اینجا عرض کردم محض یادآوری تا تأمین کننده مرکب و جوهر این کارخونه رو خدمتتون عرض کنم. دستگاه چاپ اسکناس اوراق بهادار برای این کارخونه که از زیمنس آلمان میاد ایران که قبلا تو اون برنامه مفصل در باید صحبت کرد، هی هم میگن همیشه تحریم و فلان و حالا رنگ های خاصی هم باید برای چاپ اسکناس استفاده بشه که در ایران این رنگ ها یا مرکب چاپ بهش میگن اینا تولید نمیشه در ایران. یک نفر که از نوجوانی از سیکل دوم دبیرستان در محافل اطلاعاتی ها رفت آمد می کرده، بار یکی از اطلاعاتی های سابق یا شاید همچنان امروز به اسم محمود نامآور این رنگ ها رو وارد ایران می کنه. آقای نامآور یه شرکت تو ترکیه ثبت کرده، از طریق اون شرکت در ترکیه از آمریکا مستقیم رنگ های مورد نیاز رو می خره وارد ایران می کنه. شرکتی که تو ایران زده محمود نامآور تبریزی، اسمش هست آلتین نامآور. 20 سال پیش بدون هیچ تجربه و تحصیلات دانشگاهی یه واحد تولیدی رنگ رو تو مشهد خرید، تبدیلش کرد به تولید کننده و وارد کننده مرکب و جوهر چاپ. همزمان در ترکیه یه شرکت ثبت کرده، عرض کردم شرکت رو به اسم یه شهروند ترکیه ثبت کرده. از طریق اون شرکت در ترکیه با شرکت‌های آمریکایی تماس می‌گیره، مواد اولیه برای چاپ اوراق بهادار، اسکناس و غیره رو از اون طریق از اونا می‌خره وارد ایران می‌کنه. خود محمود نامآور می‌فرماید ما در زمینه تولید، واردات، توزیع مرکب و ملزومات چاپ فعالیت داشته و داریم. برای گسترش کار شرکت آلتین نامآور به دنبال اخذ نمایندگی بودیم و در سال 2006 یعنی 17 سال پیش موفق شدیم نمایندگی بزرگترین تولید کننده مرکب جهان را دریافت کنیم. زمانی که تصمیم به اخذ نمایندگی یک برند جهانی گرفته شد به دنبال یک صاحب حرفه و لیدر قابل اتکا بودیم که سان کمیکال معتبرترین نام در این صنعت جهانی است. من ادامه صحبت و مصاحبه این رسانه های جمهوری اسلامی رو با آقای محمود نامآور دارم براتون میخونم. ادامه حرفاش. دفتر مرکزی شرکت آلتین نامآور در مشهد واقع شده و از برکت آن امام نصیب برده است. مشهد، شهرک صنعتی توس، بولوار صنعت، شماره 605. ما علاوه بر ارائه انواع مرکب های چاپ معمولی، امکان ارائه مرکب های امنیتی را هم دارا هستیم. حالا ایشون آقای آرنج آکتان مدیر عامل شرکت سان کمیکال در ترکیه، شریک ایشون در کنار محمود نامآور مدیر عامل شرکت آلتین نامآور نماینده رسمی سان کمیکال در ایران. دفتر مرکزی سان کمیکال ها را کجاست؟ نیوجرسی آمریکا. یعنی سان کمیکال مهمترین تولید کننده مرکب و جوهر اسکناس اوراق بهادار در جهان است که آمریکایی است. محمود نامآور از طریق نمایندگی سان کمیکال در ترکیه که به اسم شریکش آرنج آکتان است، نمایندگی رسمی این شرکت آمریکایی رو در ایران داره. آرنج آکتان میگوید ما در ایران تولیدی به صورت مستقیم نداریم،
اما از سال 2006 یعنی 17 سال پیش به واسطه شرکت آلتین نام‌آور که نماینده رسمی ماست در بازار ایران حضور یافته ایم. متاسفانه به علت تحریم‌ها و اینکه به هر حال دفتر مرکزی ما در آمریکاست برای مدتی در بازار ایران حضور نداشتیم، اما به محض پایان تحریم‌ها بر اثر برجام حضورمان در ایران را از سر گرفتیم. سیاه‌ترین بخش این داستان این است که این شرکت آلتین نام‌آور که نمایندگی رسمی سانکمیکال ترکیه در ایران، یعنی نماینده رسمی سانکمیکال آمریکاست در ایران، مرکب تنها کارخانه چاپ اسکناس برای جمهوری اسلامی ایران رو تأمین میکنه و به همین دلیلی که اینقدر از این حاج محمود نام‌آور اطلاعاتی در جمهوری اسلامی تقدیر میشه. ببینین معصومه خانم آقاپور نماینده مجلس در دوره قبل در غرفه آلتین نام‌آور در نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی در آذر 98 چه قربون صدقه‌ای میره از حاج محمود. و به عنوان آدم برتر مواد اولیه انتخابشون کردیم که انشاءالله ازشون تقدیر میشه. شما عزیز ما شرکت آلتین نام‌آور، گفتم دیگه، من نمیم چیزی، مهمترین و اولین شرکت رسمی وارد کننده مرکب آمریکایی اوراق بهادار و اسکناس به ایرانه. سهامداراش کیان؟ یه همچین شرکت مهمی فقط یه زن و شوهر و دختر 25 ساله شونه، محمود نام‌آور و همسرش ماندانا ناظری و دخترشون سمناز نام‌آور. صفحه اینستاگرام این شرکت معظم و که دارین میبینین به ندرت به روز میشه واقعا. ببینین دیگه همش آگهی تسلیت ائمه اطهار. واقعا نمیدونم اینا چه ربطی به رنگ و مرکب داره. ببینین درد من از اینه که خب شما عادت کردین که ضمن این که من گزارش میدم خدمتتون و تمام تلاشم اینه این گزارش ها مستند باشه، نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به این گزارش ها و مستندات و جانبداری نمی کنم موقعی که گزارش میدم، واقعا بر اساس مستندات همینطور که خودتون دارین میبینین، ولی نتیجهش آدمی ماخه نتیجهش این میشه که آدم وقتی میبینه که بغل گوشش در آمریکا با این همه تحریم ها و اینها مرکب چاپ اسکناس های جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی بده به مزدوران در خیابونا برن پول پخش کنه بینشون که برن بچه های مردم به خاک و خون بکشن، دفتر مرکزیش در آمریکا هست، آدم نمیدونه کلش رو به کجا باید بزنه. ولی بریم پرده آخر، بریم. طرف ما رو دعوت کرد روزه، رفتم روزه میبینم هیچکی نی، گفتم مهمونا نیومدن، گفت مهمون نداریم، گفتم من برای کی روزه بخونم، خودم هستم، خانومم هست، دوتا بچه‌ام هستن، اخلاص داشته باش حاج آقا، حتما باید جمعیت باشه، پاکتش هست، گفتم خب همین مهمه، حالا این همه جمعیت باشه پاکت ندن ها، خدا هدایت شو کنه چه فایده داره. آقا رفت میکروفون از یه آمپلیفایر دستی آورد و گذاشت و بزن. گفتم مرسوی 12 شب خونه آپارتمانی 4 تا مستمع میکروفون میخوای چیکار؟ گفت همسایه ما دیشب سگ آورده بود تا صبح وقوق میکرد، منم امشب شما رو آوردم حالشو بگیرم. شب و روزگار خوش.